که نیکوست و محبت پایدار او ابدی است. بنی اسرائیل بگویند محبت پایدار او ابدی است. گناه ها خدا کاهنان خداوند نیز بگویند محبت او پایدار و ابدی است. تمام کسانی که از خداوند میترسند بگویند محبت پایدار او ابدی است. با درود خدمت هموطنان عزیزمون در سراسر جهان، با برنامه گواهی و دعا هستیم. البته اوپنینگمون به خاطر ریتم برنامه‌مونه که داریم عوض میکنیم. قبلا در پرتو عشق بودیم، الان گواهی در ایمان هستیم، متفاوت شد. اما همون گونه که میدونید ما هر سه شنبه از ساعت 6 صبح تا 9 صبح در کلیسای پرستگان مسیح هستیم و از ایران تلفن‌های بیشماری داریم تا ساعت 9. ادامهش قرار شده که در استدیوی شبکه امید جاودان باشه و من در خدمتتون هستم. تلفن ما باز هستش، شماره تلفنی که مشاهده می‌فرمایید 818 699 1615. یک بار دیگه عرض می‌کنم 818 699 1615. میتونید تماس بگیرید، من در خدمتتون هستم. همچنین گروه دعا در خدمت شما هستن در استدیو و برای شما نیز دعا خواهند کردش. پس عزیزان میتونید برای دعا، میتونید نسبت به کلام خداوند اگر سوالی هست من در خدمتتون هستم که برای در نسبت به اون سوال شما تا اونجایی که دانش من اجازه میده بتونم پاسخگو باشم. و اگر گواهی دارید آنچه را که خداوند در زندگی تو هموطن عزیزم به عنوان یک مسیحی معجزه ای رو انجام داده، کاری رو انجام داده، باعث سلامتی و شفا شده، تسلی شده و نجاتی رو که برات مهیا کرده، می توانید با ما تماس بگیرید و این رو بدونید هم باعث برکت برای من و همچنین برای دیگر بینندگان عزیز خواهید شد. قبل از اینکه بخوایم بپردازیم قسمتی از کلام خداوند رو که در ابتدا خوندم دربارش صحبت کنم، خواهش میکنم لطفاً با دعای من متحد بشید به مصلحت دلت، به نیازت و هر آنچه که در قلبت هستش. مطمئن باش کلام خداوند اعلام میکنه در انجیل یوحنا 14:13-14 میگه در نام من بطلب تا به تو داده خواهد شد. و مطمئن باشید که خداوندم با فیضش اجابت میکنه، چرا که وعده های خدا حتی یکیش بر زمین نیفتاده. پدر آسمانی، خدای قدوس، تو رو شکر میکنم برای محبت عظیمت، تو رو شکر میکنم برای این وقت خداوند. خواهش میکنم مطابق فیضت بینندگان این برنامه رو پدر جان تو در این وقت و حتی در تکرار این برنامه به مصلحت دلشون که خداوند با دعای من متحد شدن تو با فیضت اجابت کننده باش و تو جلال یاب ای روح القدس عزیزم به آنچه که نیکوست ای پدر. همچنین از تو میخوایم در این روزهای آشوب که ای پدر دلیل شیطان هست به توسط نظام اسلامی، ای پدر جان ملت ما رو تحت ظلم و ستم قرار داده، از تو میخوایم در نام پر جلال مسیح ای خداوند تو تسلی دهنده خانواده هایی باش که عزیزانشون رو نظام اسلامی کشته ای خداوند و اینک شهید این انقلاب آزادی هستن. پس خواهش میکنم ای خداوند با فیض تسلی بدین ملت عزیز ما رو و در نام عیسی مسیح به توسط لشکر آسمانی ای خداوند بر لشکر شیطان که حکومت نظام اسلامی رو اینک بر ایران استقرار داده و مستقر شده، ای خدای قدوس تو پیروز بشی بر شیطان، تو پیروز بشی بر اسلام، تو پیروز بشی بر نظام اسلامی ای خدا و کشور عزیز ما رو تو رهایی بدی ای پدر جان از دست این ظالمین. و چون همه اینها را در نام مسیح طلبیدیم با ایمان دریافت میکنیم، آمین که با ایمان دریافت کنیم. کلام خداوند میگه دعا در نام عیسی مسیح درش قدرت هست. و بیش از 22 سال هستش که من این تجربه رو دارم که در نام عیسی مسیح حقیقتا قدرت هست و هر روزه ما میچشیم این محبت مسیح رو که برای یک نفر دعا میکنیم و خداوند مطابق فیضش دعای اون شخص رو که در نام عیسی مسیح هست، عیسی مسیح که به خاطر گناهان ما روی صلیب رفت و بهای گناه و بهای اون اجابت دعای من و تو رو داده، با ایمان و اعتماد میپذیریم نیز اجابت خواهد شدش. سالها پیش قبل از اینکه به مسیح ایمان بیارم برای سلامتی و شفای دخترم به خیلی از امامزاده ها میرفتم.
یکی از جاهایی که مرکز دروغ و ریا و متاسفانه استعمار افکار انسانی بود جمکران قم بودش. قبلا عرض کردم من متولد قم هستم، پس اونجا رو میشناختیم. اما با رفتنمون به اونجا و با دعاهامون ما هیچی نمیشدیم، فقط یه حسی بود، یه حس مذهبی بود که دلیلی شده بود برای ما که ما بتونیم در اون مکان بریم برای دعا. البته ناگفته نمونه، خدای ما محبته. در کره زمین همه که مسیح ایمان ندارن به نامهای دیگه دعا میکنن، ولی خدا به دل نگاه میکنه. اما آنچه را که برای مسیحی ها میتواند یک مژده، یک خبر خوب باشه، یک فیض باشه، یک برکت بزرگ باشه، اینه که انسان ها به توسط عیسی مسیح نجات پیدا میکنن، رستگار میشن، اعتماد به این رو دارن که پس از مرگ زمینیشون وقتی جسمشون نیز میخوابه بر روی زمین، از بعد روح نیز در حضور خدا هستن. روح اونها که به مسیح ایمان آوردن و پیوند خورده در حضور خدا هست، سردرگم نیست، یا به قولی مذهبیون و مسلمان ها در عالم به نام عالم برزخ نیستش، در حضور خدا هستش که کمال خوشی هست. و اگر تو هم وطن عزیزم میل به این داری که این امید رستگاری در دل تو کار کنه و بتوانی رستگار بشی و این امید رو داشته باشی، با شاید نه، با شک نه، با اعتماد اعلام کنی که من ایمان دارم پس از اینکه جسمم بر روی زمین میمونه روحم در حضور خداست، میتونی تماس بگیرید و من برای شما دعای نجات رو بخونم. و اون موقع با اطمینان، چرا که دیگه روح القدس در وجود تو هستش. روح القدس روح قوته، روح شادیه، روح امید هستش. حتما قسمت یک کلام رو میخونم، اما یادآور میشم هموطنان عزیز، هر سه شنبه ما از ساعت 9:30 به وقت لس آنجلس، 9:30 صبح به وقت لس آنجلس در خدمت شما عزیزان هستیم. تشویقتون میکنم با ما تماس بگیرید با شما تلفن 818-699-1615 و یا 818-716-4-0 818-716-4-0 که موبایل منم باز هست اینجا، پاسخگوی شما عزیزان خواهم بودش. در روزهای ابتدایی هستیم که ما روی ماهواره هستیم، اما خوشبختانه تلفن‌های بسیاری داشتیم و توانستیم برای شما هموطنان دعا کنیم و این ما رو خوشحال خواهد کردش. پس تا زمانی که فضا داده میشه من کلام میخونم، قسمتی از کلام خدا رو برای شما توضیح میدم تا اونجایی دانشم اجازه بده، اما میتونید با ما در تماس باشید و نسبت موضوعات مختلف با هم دعا کنیم. مزمور 118 رو براتون میخونم. میدونیم که ما الان در هفته‌ای هستیم که در آمریکا به عنوان هفته شکرگزاری نیز اعلام میکنن و معمولا وقتی به هم میرسن آمریکایی‌ها اعلام میکنن هپی تکسیوینگ، یعنی در اصل روز شکرگزاری رو تبریک میگن و این بر میگرده به سالهای گذشته که در این سرزمین مردم وقتی که دیدن امنیت دارن، برکت هستش، به طور خاص ایمانداران مسیح که تحت جفا بودن در حتی خود اروپا، پروتستان ها وقتی به این سرزمین اومدن، حتی به کانادا رفتن، اینها این روز رو به یاد میارن به عنوان اینکه توانستن در این سرزمین جایگاه خوب و امنی داشته باشن. از این روز شکرگزاری هستش. هم میدونیم که خب در اون روز آمریکایی ها، کانادایی ها بوغلمو درست میکنن و خانواده در کنار هم هستن و خدا رو شکر میکنن برای وجود هم دیگه، برای اون سرزمین خدا رو شکر میکنن. و روزی هستش که افراد سعی میکنن اگر کینه ای هست، نفرتی هست، اون رو در حضور خدا ببرن، افراد رو ببخشن و در مسیر عشق و صلح با هم در تماس باشن. باشه که با فیض خدا ایران عزیز ما آزاد بشه، چنین روزی رو ما در سرزمین عزیزمون جشن بگیریم. از الان هم تشویقتون میکنم میتونید پنجشنبه که معمولا این گونه هست، یعنی همیشه آخرین پنجشنبه نوامبر معمولا که افراد اون روز رو جشن میگیرن، شاید فرداش جمعه هم باز مهمونی بدن جشن بگیرن، ولی
خود پنجشنبه را به عنوان روز شکرگزاری در نظر میگیرن، کلیساها نیز برنامه خواهند داشت، جشن میگیرن و سازمانهایی هستن که سازمانهای خیریه هستن، سعی میکنن دست افراد ضعیف رو بگیرن، کمک بکنن به خانوادهایی که مقدار ضعیف است، که خدا رو شکر ما در سرزمین آمریکا، کانادا مواجه نمیشیم با خانواده‌هایی که بگن خیلی ضعیف هستن و زیر فقر هستن، مگر افرادی هستن که خودشون تصمیم گرفتن، اونم به صورت انفرادی هستن، خانواده نیستن، افراد شخص هستن که به خاطر موقعیت‌های جسمانیشون هست، مسئله روحی هستش که اینها تصمیم گرفتن تو خیابونا زندگی کنن، بهشون میگن هوملس. اما بریم به مناسبت این هفته مزمور 118 رو بخونیم که نویسنده این گونه میگه و چند آیهشو، چند تا از آیاتشو همون ابتدای برنامه براتون خوندم. اعلام میکنه خداوند را شکر کنید زیرا که نیکوست. یعنی در اصل صحبت از ذات خدا میکنه، ذات خدا نیکوست. نیکو در چه مسیری هست؟ نیکوست چرا که به عدالت عمل میکنه، نیکوست چرا که به محبت عمل میکنه، نیکوست چرا که تمام تصمیمات خدا و اراده خدا هدفمند هستش، نیکوست چرا که خدا انسان را آفرید نه شکل موجودی نه شکل فرشته‌ای، بلکه خدا انسان را مطابق کتاب پیدایش 1:26-28 اعلام میکنه خدا انسان را شکل خود آفرید، شکل خود آفرید نه از نظر فیزیکی بلکه در بعد روح، چرا که خدا روح خودش را به انسان داد و انسان به توسط روح القدس میباید میاموخت. از این رو انسان ها غریزه ندارن، حیوان غریزه داره به یک پروگرام، اما انسان تا نیاموزد هرگز نخواهد شد اون چیزی که در نظر داره، اون چیزی که میتونه بهتر باشه و هدفی است. از این رو خداوند کلامش رو میده بعد از اینکه انسان از او دور میشه، از باغ عدن رونده میشه، خدا انسان رو رها نمیکنه، با کلام، با قانون، با شریعت به انسان انصاف رو میاموزه و بعد از اون به توسط عیسی مسیح با فیضش عدالت رو میاموزه، بالاتر از انصافه، بالاتر از قصاصه. مذهبیون روی ترازو انصاف عمل میکنن، ایمانداران مسیح بر اصل عدالت عمل میکنن، بخشش. اگر کسی زد توی گوشت آن رو تو برگردن، دندان دیگه در برابر دندان نیست، اگر دندانی رو شکستی میگه ببخشش، و این بخشش زمانی ایجاد میشه که شخص روح القدس رو داشته باشه. یک شخص مذهبی حتما میتونه شخص بخشندن باشه، اما به توسط روح القدس هست که مونی قدرت رو پیدا میکنه که دشمنان خود رو ببخشیم، حتی برای دشمنان خود دعا بکنه. امروز اگر ما میگیم سرنگون با نظام اسلامی، روی شخص ما هرگز حرف نمیزنیم، روی شخص خامنه‌ای نیست، ما میدونیم که پشت نظام اسلامی نیروی تاریکی هست به نام شیطان، میگیم اون بیفته، اما آرزوی دل ما این هستش که حتی آقای خامنه‌ای و تمام آخوندها مطابق فیض خداوند اونها نیز توبه کنن و بخشیده بشن و بتونن از مردمان پوزش بخوان و بتونن به اون مسئولیتی که اعلام کردن بایستن و مسئول پذیر باشن، دست از طمع بردارن، دست از خونریزی بردارن و کنار برن و بذارن آنانی که کارشون این هست، کارشون سیاست هست، اونها بیان برن مشغول زندگی و کارهای خود و باور خودشون بشن. پس امروز هم وقتی ما میگیم سرنگون باد، خیلی از ایماندارا هستن این سوء تفاهم براشون پیش اومده به خاطر تحمیلاتی که به جای تعلیم در کلیساها متاسفانه شبانان دادن، که هنوز هم این کارو میکنن، که امیدوارم هرگز دیگه ادامه ندن، چرا که ما میدونیم وقتی که ما میگیم نهیب میزنیم به شیطان، نهیب یعنی افتادن، سرنگون یعنی افتادن. وقتی میگیم سرنگون باد نظام اسلامی، ما داریم نهیب میدیم به اون قدرتی که پشت نظام اسلامی هستش عزیزان. در غیر این صورت روحیه ما روحیه شکرگزاری هست در تمام شرایط. و اینجا نویسنده داره اشاره میکنه که به نیکویی خدا، خدا جهان رو نیکو آفرید. چرا مردم مذهبی خیلی موقع حتی شکفه میکنن، غر میزنن؟ خیلی از مسلمون ها هستن به خاطر شرایط سختی که دارن، یه دفعه میگن خدای تو کجایی؟ چی شد؟ رفتی؟
اونهایی که خدا رو دوست دارن، میتونن مسیحی‌ها باشن، یهودی‌ها باشن، بهائی‌ها باشن، خدا دوستن اما خداشناس نیستن. ما به توسط عیسی مسیح و به توسط روح القدس ما خدا رو میشناسیم. و چون میشناسیم لازم نیست، لزومی نداره ما غر بزنیم، شکایت کنیم. چرا که میدونیم، بازم مطابق نامه به نام رومیان 8:28 اعلام میکنه مشکلات و سختی‌ها برای تمام کسایی که خدا رو دوست دارن، اراده او رو میخوان، به نیکویی تبدیل خواهد شد. چرا که خداشون نیکو هست، خداشون پر از عشقه. پس تو هم وطن عزیزم، اگر امروز در سختی و مشکل هستی، در غم و اندوه هستی، بیا امتحان کن. خدای حقیقی، خدای حقیقی یهوه است. من دارم از انجیل کتاب مقدس مژده‌ای برای عصر جدید میخونم براتون، اما در کتاب تفصیلی که کاملا کپی گرفته از عبری هستش و آرامی، به ما اشاره میکنه، میگه یهوه، چون یهوه خدای حقیقی است. عزیزان، الله خدا نیست، رب خداست. الله خدا نیست. دهان خودتون رو پاک کنید، برید تحقیق کنید اول، ولی دهانتون رو تقدیس کنید دوتا، چون با گفتن الله بی برکتی میاد. شاهد کشورهای مسلمانی هستیم که حتی منابع بسیاری دارن، از جمله خود ایران، اما میبینیم چقدر بی برکتیه. جنگه، مگه عراق نفت نداره؟ مگه وضعیت لبنان وضعیت بدی هستش؟ درسته اونجا مسیحی‌ها هستن، یمن چی؟ تمام کشورهای اسلامی اکثرا متاسفانه با استفاده کردن از این کلمه روی فشار قرار گرفتن. بخواد که شیطان هست، شما در از شیطان رو صدا میکنید. وقتی بت رو صدا میکنید دیگه شما خدا رو صدا نمیکنید، شما شیطان رو صدا میکنید و حتما شیطان هم اونجا عمل میکنه. کمی دلتو خوش میکنه با لذت های دنیا، ولی بی برکتی میاره. گاهی هست متاسفانه افراد مذهبی تصور میکنن، میگن که نه این گونه نیست. ببین چقدر مسلمان ها ثروتمند هستن. اشتباه همینجاست. یک انسانی که خدا دوسته اما خدا شناس نیست، برکت رو پول میبینه، برکت رو قدرت میبینه، شهرت میبینه. برکت از دیدگاه کتاب مقدس یعنی نجات و رستگاری که از خون گرفته میشه، بهایی داده میشه. هموطن عزیزم، برکت پول و ثروت نیست. در غیر این صورت خیلی انسان ها هستن که بر روی کره زمین با ظلم و ستمی که دارن میکنن، آیا بگیم اونها برکت دارن؟ آیا خامنه ای که میلیاردها دلار رو و مشتبه پسرش و بقیه پسراش به قارت بردن، آیا دزدانی که الان در نظام اسلامی هستن این گونه دارن ظلم میکنن ولی ثروتمند هستن، این برکت؟ این برکت نیست، اشتباه است. خدا، ما میخوایم برکت بگیر، میخوای برکت نجاته. تو نمیگی، نمیتونی بگی من پول میخوام این همون برکته. نه، کلام خداوند اعلام میکنه خدا به فکر نیازهای ما هستش. کره زمین رو خداوند طوری آفریده که همه سهمی داشته باشن، اما ظالمین متاسفانه سهم بیشترش رو برداشتن و تقسیم نشده برای همه این مردم و یه عده در فقر و فساد هستن، از جمله کشور عزیز ما ایران رو. این همه منابع و معادن، سرزمین به این خوبی، چرا باید قشری فقط در رفاه باشن؟ خانه های آنچنانی، ماشین های آنچنانی داشته باشن، جشن های عروسی بچه هاشون آنچنانی باشه، ظالم زاده هاشون بیرون از کشور الان هستن و چه زندگی هایی میکنن. پس این برکت نیست عزیزم، برکت نجات و رستگاری است که عیسی مسیح روی صلیب رفت و مرد و قیام کرد تا انسان خدا دوست و حقجو صاحب برکت نجات بشه. یک بار دیگه این آیات رو براتون میخونم. خداوند را شکر کنید زیرا که نیکوست و محبت پایدار او ابدی است. همیشگی، جاودانه است، مال لحظه نیست. بنی اسرائیل بگوید، وقتی میگه بنی اسرائیل بگوید سوء تفاهم نشه، درسته که خداوند از همین قوم اسرائیل استفاده کرد، اما خداوند اونجا تمام نکرد. خداوند از اسرائیلی استفاده کرد که بتوانن 613 تا قانون شریعت رو کاملا انجام بدن، ده فرمان رو انجام بدن. و خداوند اسرائیل رو برکت داد. اما اسرائیل یعنی فرزند خدا، اسرائیل یعنی قوم خدا، اسرائیل یعنی کسی که به دنبال حقیقته. اسرائیل در از ایمانداری هستش که به مسیح ایمان آورده و با روح القدس زندگی میکنه، کلام رو میخونه، کلیسا میره، خدمت میکنه.
محبت مسیح در دلش هستش. صحبت از یک دولت نمی کنه، یک سرزمین نمی کنه. نجات از اسرائیل شروع شد اما اونجا تموم نشد، چرا که ما شاهد هستیم در روز پنتیکاست می بینیم که ایرانی ها که به عنوان ماتا، پاتا و ایلامی ها استفاده می کنن جز اولین گروهی بودن که به مسیح ایمان آوردن و اونها اسرائیلی بودن. وقت بشه حتما در برنامه های دیگه اعلام خواهیم کرد که اکثر ایرانی ها مسیحی شدن زمانی که اسلام حمله کرد. هموطن عزیزم، ایرانی ها مسیحی بودن، مسیحی بودن، زرتشتی بودن. کلیساهای قدیمی گواه بر این حقیقت هستش و خیلی از ایرانی ها بودن که برای اینکه سرزمین های دیگه به مسیح ایمان بیاورن میرفتن به سرزمین های دور و خبر خوش انجیل رو میدادن. شیطان از آنجایی که میدانست خدا با اون سرزمین کار داره و خدا میخواد مردم جهان رو به توسط پیامی که از اسرائیل اومده بود نجات بده و برکت نجات رو بده، باور دروغینی به نام اسلام رو نیز تشکیل میده. در ابتدا حزبی بود به نام حزب الله و بعد این به خاطر اینکه در دلها بتونن به زور قرار بدن یک دین کردن، یک مذهب کردن و از این رو هست که جهان این همه در آشفتگی هست، در پریشانی هستش و مردم فکر نمی کنن جدا خدا میتونه نیکو باشه، چرا که یک باور اسلامی رو میبینن، سربازانی مانند داعش رو میبینن که مخالفین خودشون رو سر میزنن، دزد و دست میزنن، دزدی که باید به دادش برسن دست میزنن. چگونه میشه که انجیل پر از عشق و محبت خدا با قرآنی که بعد از 500-600 سال بعدش میاد اینقدر باید فرق کنه؟ خدا عوض شد؟ فکر خدا آیا عوض شد؟ نظر خدا عوض شد؟ چه اتفاقی افتاد؟ و مردم رو شیطان فریب میده و امروز آخوندها فریب خوردن، بسیجی ها فریب خوردن، حزب الله فریب خورده، سپاهی ها فریب خوردن. اما تو هم وطن عزیزم فریب نخور بیشتر از این. مطالعه کن، قرآن تو بخون، انجیل عیسی مسیح رو بخون، خواهش میکنم. حقیقتاً حقیقتاً حیف تو هموطن عزیزم مسلمان باشی، چون در اسلام اگر باشی بعد از اینکه جسمت رو میذاری تو داوری خواهی شد. باید کاملا آنچه را که در اسلام هست تو 100% انجام بدی. فکر میکنی میتونی 100% انجام بدی؟ قوم اسرائیل هم نتوانست 613 قانون رو کاملا انجام بده، ولی خداوند وعده داده بود. از پیدایش 3:15 اشاره میکنه که خداوند به توسط یک دختر باکره نجات دهنده رو میاره. که بیش از 300 پیشگویی اعلام شد و بعد از این 300 پیشگویی این اتفاق افتاد، این پیشگویی پیش آمد شد. و برای تو هم وطن عزیزم و برای من که خدا رو دوست داشتیم، خدا رو دوست داریم، مسیح آمد تا حقیقت خدا رو به ما نشون بده که اون نیکوست، که خدا محبته. هم وطن عزیزم که خدا میخواد ما رو، من و تو رو از دردها رهایی بده، نه تنها روح ما بلکه جسم ما امروز در آرامش و سلامتی باشه. نگاهی بکن به سرزمین هایی که مسیح هستن میزبان مسلمون ها هستن و میزبان کمونیست ها هستن. آیا شما خوندید جایی؟ حتما بیخردایی بودن، شاید دست به اعمال تندی زدن در طول تاریخ، اما به هیچ وجه مجال اینو دولت های مسیحی هرگز ندادن که مسلمون ها و کمونیست ها هم حتی اذیت کنن و یا دگر باورمندا رو، چرا که سرچشمه اون از عشقی به نام انجیل هست، سرچشمش از خود خدای حقیقیه، خدای عشق، خدای محبته، که هرگز اجازه نمیده حتی ما دشمن خود رو آزار بدیم. ادامه میده، کاهنان به خداوند بگویند. کاهن در اصل میشه گفت رابط پل هست، کسی هستش که انسان رو به خدا میرسونه، شفاعت میکنه و کاهن اعظم خود عیسی مسیح هست. اعلام میکنه کاهنان خداوند بگویند محبت پایدار او ابدی هست، همیشگی هستش، همیشه. کلام خداوند میگه عیسی مسیح دیروز امروز و آینده یکی هست، عوض نمیشه، خدا عوض نمیشه. عزیزان اگر در انجیل مسیح ما میخوانیم خدا محبت هست، اگر در انجیل مسیح میخونیم که کسی که به مسیح ایمان میآورد دیگه احتیاجی نداره به پیروی اون شریعت، اون شریعت در وجودش هست به توسط روح القدس، چون شریعت چیز بدی نیست، اما اون شریعت با حکمت
به اون شخص میآموزه کجا چیکار کنین. از این رو هست که عیسی مسیح رو بهش انتقاد میکردن، میگفتن که این همش با گناهکاراست، با شرابخواراست، با مشروبخوارهاست، و تعجب میکردن چرا که مسیح آمده بود برای همه انسانها، نه فقط برای گناهکارا، برای همه آمده بود. اما اونهایی که ادعا میکردن بیشتر از مسیح میدونن و فروتن نبودن، در برابر مسیح میستادن، چون اونا با ریاکاری داشتن مردم رو فریب میدادن و مسیح آمد اونها رو رسوا کنه و به اونها میگه ای ریاکاران، ای کسایی که نه خودتون به ملکوت خدا خواهید رفت و نه اجازه میدید دیگران برن، یعنی پیروان شما. و مسیح اونها رو رسوا میکنه، چون مسیح مذهبی نبود، مسیح لامذهب بود. امروز مریدان حقیقی مسیح لامذهب هستن، نه اینکه با مذهبیون بدیم، هرگز، بلکه ما به دایره مذهب اسیر نیستیم. ما با فیض خدا بخشیده شدیم و به دیگران میگیم لزومی نداره 613 تا قانون رو تو رعایت کنی، لزومی نداره که تو یک مسلمان تمام قوانین اسلامی تو رعایت کنی. تو به مسیح ایمان که میاری بخشیده میشی، محبت خدا تو رو میگیره. اگر فکر میکنی تمام قوانین اسلام رو میتونی رعایت کنی، مسلمان باش و بگو من با این باور میرم، چون هر کسی مطابق شریعتش داوری خواهد شد. اما اگر میبینی مانند خود من ضعیف و ناتوانی، نمیتونی تمام شریعت اسلام رو انجام بدی، عیسی مسیح برای تو ایستاده، اون قدرت تو میشه، اون قوت تو میشه، تا به توسط روح القدس تو بخشیده میشی، بخشش رو لمس میکنی، با خون مسیح گناهان تو کفاره میشه. و این روح القدس هست که به تو این امید رو میده که تو رستگار خواهی بود. پس با ناامیدی چشم از این دنیا نمیبندی، حتی بر روی زمین که هستی به خاطر مشکلاتت خدا رو شکر میکنی، چون قدرت خدا در تو هستش. به ریاضت نیست، به تلاش تو نیست، به فقط تعلیم نیست، بلکه تربیتی که روح القدس به تو میده. و نیز اعلام میکنه تمام کسانی که از خداوند میترسن، یعنی خدا رو میشناسن. ترس در کلام خداوند، عزیزان، صحبت از شناخته. وقتی میگه بترسید یعنی بشناسید خدا، نه اینکه ما از او فرار کنیم، او رو مانند یک موجود وحشتناک ببینیم. هرگز، هرگز. ترس از خداوند یعنی شناخت خداوند. در کتاب هوشع 4:6 اعلام میکنه خداوند که قوم من به خاطر عدم شناخت من هلاک میشن. نمیگه به خاطر اینکه از من نمیترسن. ما چنین چیزی نداریم. ترس از خداوند یعنی اینکه من خدا رو بشناسم، بهش بتونم نزدیک بشم، بدونم ذات خدا محبته، بدونم ذات خدا عدالته، بدونم ذات خدا بخشش و رحمته، بدونم ذات خدا حکمته. پس در افکار و احساسات و تصمیمات و اعمالم مانند خدا عمل کنم. و این کفر نیست، چرا که مسیح نیز در انجیل متی 5:48 اعلام میکنه کامل شوید همچون خدای پدر. و ما زمانی میتوانیم در مسیر کاملیت قرار بگیریم و رشد کنیم که زمانی هستش که ما به مسیح ایمان بیاوریم. و ادامه میده تمام کسانی که از خداوند میترسند بگویند محبت پایدار او ابدی است. و در هنگام پریشانی نزد خداوند دعا کردم، در زمان مشکلات، در زمان سختی ها نزد خداوند دعا کردم، اعلام کردم، او دعایم را مستجاب کرد. تو زمان پریشانی شکایت نکردم، شکوه نکردم، غر نزدم، اینو اونو مقصر نکردم، خودم رو مقصر نکردم، رفتم در حضور خدا. اگه امروز احساس میکنی پریشانی، دلت شکسته، فقط برو در حضور خدا. حتی الان دیگه سردرگمی نمیدونی، این کشیش داره صحبت از عیسی مسیح میکنه و آخونده صحبت از الله و محمد میکنن. کلام خداوند اعلام میکنه حقیقت را بطلبید که حقیقت شما را آزاد خواهد کرد. و مطمئن باشی، روزگاری منم همین گونه بودم. زمانی که تصمیم گرفتم خودکشی کنم به خاطر سردرگمی هام، اکثر دوستای من متاسفانه به توسط همین نظام اسلامی اعدام شده بودن، کشته شده بودن. خسته و افکاری پریشون داشتم نسبت به باور اسلامی،
اعتماد داشتیم به آخونده مانند شخصی به نام خمینی، دیدیم همه اینا دروغ گفتن. برای همین بود نسل ما، من متولد 42 هستم، افرادی که در سال 40 41 42 43 44 ماها ابیوز شدیم، ماها رو اذیت کردن اینا، نسلی هستیم که پریشانیم. ولی وقتی گفتم خدا یا حقیقت تو چیه، قبل از اینکه بخوام خودکشی کنم، من عیسی مسیح رو ملاقات کردم، چون خدا عاشق من و توه، امتحانش کن. اون نمیخواد من و تو هلاک بشیم، نمیخواد ما اذیت بشیم. هموطن خوبم، قلبتو به عیسی مسیح بده و اعلام کن که خداوندا توبه میکنم از گذشته خودم، اینک میپذیرم که تو به خاطر گناهان من روی صلیب رفتی عیسی مسیح و مردی و پس از 3 روز قیام کردی و از تو میخواهم که با خون مسیح گناهان من رو کفاره کنی و نام من را در دفتر حیات خودت ثبت کنی و از این به بعد تو رو پادشاه و نجات دهنده و خداوند خودم میدانم و همه اینها را در نام پدر، پسر، روح القدس اعلام کن و قلبت رو ایمونه به مسیح بده و خداوند تو را برکت خواهد داد. یکی دو تا آیه دیگه میخونم و بعد شما عزیزان رو به دستان خداوند میسپارم. تشویقتون میکنم سه شنبه ها با ما باشید، لطفا تماس بگیرید تا برایتون دعا کنیم. گروه دعا در خدمتتون هست، اگر خواستید منم در استودیو در خدمتتون هستم. هنگام پریشانی نزد خداوند دعا کردم، او دعای مرا استجاب کرد و مرا رهایی بخشید. در از نویسنده در کنار اینکه صحبت از درخواست میکنه به یاد میاره کار خداوند رو توی زندگیت به یاد بیار. از دوران کودکی تا الان هر سنی که داری، هم وطن عزیزم، بارها خداوند دست تو رو گرفته. شاید میگی من که مسیحی نبودم. کلام خداوند میگه خداوند نور خود را و باران خود را بر خوبان و بر بدان میریزد، بر همه میریزه. خدا پدر همه انسان هاست، اما این انسان ها هستن که نمیخوان بپذیرن که فرزند خدا هستن. و زمانی که شخصی به مسیح ایمان میاره، یا پسر خداست یا دختر خدا میشه، فرزند خدا میشه و خداوند به اون افراد نیز برکاتی میده که در جایگاهی مانند کاهنان باشن، سفیران خدا باشن، شاهزادگان خدا باشن و نور و نمک این جهان باشن. قدرت و تواناییش هم بخواهد داد. خداوند با من از پس نخواهم ترسید، انسان به من چه میتواند بکند؟ خداوند در کنار من و یاور من است، پس بر دشمنان خود پیروز خواهم شد. توکل کردن بر خداوند بهتر از اعتماد داشتن به انسان است. توکل کردن بر خداوند بهتر از اعتماد داشتن بر رهبران است. اجازه بده که رهبر تو، پادشاه تو خدا باشه. کم کم میاموزیم که وکیل ما نیز خدا هست، پزشک ما خدا هستش. اون از ما حمایت میکنه، اون قوت ما خواهد بود، اون امید ما خواهد بود. هموطن عزیزم، خواهش میکنم یک بار دیگه با دعای من متحد شو. اگر فکر میکنیم مشکلی هست، سختی هست، قلبت شکسته، ضعفی در جسمت داری، مطمئن باش که خداوند میخواد و اون میتونه که تو رو دستگیری کنه. اما خدای خودت رو بشناس، از یهوه خدا بخوا. در نام عیسی مسیح دعا تو مهار کن. پدر آسمانی، خدای قدوس، تو رو شکر میکنیم برای این کلام، برای این وقت، برای هموطنان عزیزم. اینک از تو میخوام در نام عیسی مسیح مطابق آنچه که نیکوست خداوندا، تو اینک بینندگان این برنامه رو برکت بده خداوندا. قلب اونها رو به محبت و حقیقت خودت لمس کن، به نیکویی خودت لمس کن و در نام عیسی مسیح به آنچه که مصلحت دلشون هست تو اجابت کننده باشه پدر جان و تو جلال یاب. همچنین یک بار دیگه از تو میخوایم مطابق فیضت ای خداوند سرزمین عزیز ما ایران رو تو رهایی بده از دست این دشقیمان، در نام مسیح، آمین آمین. خطی رو بگیریم پس قبل از این که بخوایم به شما عزیزان بدرود بگیم. درود بر شما، بفهم خواهش کنم. لطف میکنید تماس کنید، در خدمتون هستم. بفهم خواهر مریم، ممنون که با ما در تماس هستید. میخواستم اولا تشکر کنم از برنامه های خیلی خوبتون. خواهش کنم، نظر لطفتون. و
خواهش کنم. خواهش کنم. درست. آه خدا روش. خدا روش. سپاسم. آخ جان. نه خواهش میکنم خواهش. سپاسم مهرش. آمین آمین که ادامه دار خواهد شد و با فیض خداوند ملت ما بر این ظالمین پیروز میشن، نور بر تاریکی پیروز خواهد شد. آمین. این بار دیگه مطمئنن پیروز خواهند شد و فقط یه مقدار دیگه مقاومت میخواد. بله. چون هوا خیلی سرده اونجا کشید. بله بله میدونم. بله در جریان هست. بله. درست. تو خیابونا باشن. درست. ولی باز هم تک و توکی خبر رو میدن که مردم هستن تو تمام شهر هستن. بله. و خدا رو شکر میکنیم که این بار واقعا مردم میدونن که باید با کمک مسیح این کار رو بکنن. آمین. بله فیض خداست، فیض خداست. در کلیسای خانگی در حال دعا کردن هستم. بله. همراه با خدا رو شکر. خواهش می‌کنم. خدا رو شکر، خدا رو شکر. خواهش می‌کنم. مرسی. نه لطفی های تماس گرفتیم. ممنون مریم جان. مرسی. هم از دعاهاتون سپاس. خواهش می‌کنم. عزیز. و بدونیم که و ایمان دارم که به زودی در ایران خواهیم بود. آمین 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 آمین. با سپاس فراوان از شما خواهر خوبم، شما رو دستان خدا میسپارم. مرسی. خواهیم. با سپاس. خب هموطن عزیز، کلیسای پرستان مسیح قبلا هم نیز اعلام کردیم برای ایران همیشه در دعا بوده و دعامون ادامه میدیم. هفته گذشته یعنی یک شنبه در کنار کلیسا، فکر میکنم شاید 2 یا 3 نفر از اعضای ما نتوانستن اون روز با ما باشن، اکثر کلیسا با ما بودن، با همدیگه بودیم در برابر ساختمان فدرال بیلدینگ و برای ایران دعا کردیم که حتما فیلم هاشو آقای یاسر عزیز احمد میکشن میذارم. ولی ما برای آزادی ایران در دعا هستیم. اما خیلی مهمه برادر عزیزم، قبل از اینکه ایران ما، سرزمین ما از دست این آخوندا، از دست نظام اسلامی نجات پیدا کنه، ایرانی ها از اسارت هایی که بهش اهمیت ندادن آزاد بشن، از گناهان، از مرد پرستی، از بت پرستی رها شو، رها شو. تو نیاز نداری که بری به یک بالای سر قبر یک امامزاده از یک مرده بخوای. قلب تو مال مسیحه، قلب تو مال خداست. کلام خداوند اعلام میکنه آنان که مسیح ایمان میآورند بدنشون پیکر خداست. پس اگر میخوای بدنت پیکر خدا باشه، دیگه احتیاج نباشه بری تا مکه و یا جای دیگه ای بری برای اینکه فکر کنی خونه خداست. نه، خونه خدا بدن تو هست. قلبت به مسیح بده. آزاد شو. ایرانی آزاد شو، ایران آزاد میشه. ایرانی که در اسارت باشه، ایرانش آزاد نمیشه. هم وطن خوبم. پس تشویقت میکنم تحقیق کنید و بیشتر از این اجازه ندید در اسارت در نامی به نام الله و بت‌های دیگه زندگی کنید. از خداوند میخوام که برکت مسیح و خداوند اون و خدای حقیقی یهوه هر روزه با شما باشه و هر چیز زودتر شاهد سرنگونی این نظام اسلامی نیز باشیم. فیض خداوند عیسی مسیح با شما عزیزان باشه.